سلام دوستای عزیز، خوش آمدید در یک ویدیو آموزشی دیگر از کانال هنری قاصیده. در این ویدیو میخواییم که همین تصویر را که میبینید یک مدل قبطمار خیلی ساده را میخواییم برای از این مدل یخن کوک کنیم. از همین جا که روی از عکس مشخص شده این قسمت وسطش را کوک ننیم، جای بوچیه همین قسمتی که رنگ میزنم همین قسمت را میخواییم کوک کنیم. دو تا نوار باریک کوک مونیم که این قسمت دوخت ما در این مرحله فقط سرخنش را انجام میدیم. در این ویدیو خیلی راحته، اول شروع نیم از این بالا 10 تا به سمت پایین سرخنه مونیم. حالا دو تا شبیه کوی ریزه اینجا جور مونیم، دوباره همون 10 تا به سمت بالا سرخنه نیم. بلندی از این دو تا خانه ریزه هر کدامشی 4 کوگه. حالا که 10 کوب به سمت بالا رفتیم، دوباره دو تا خانه ریزه اونجا بالا جور مونیم، اونام بلندیش 4 کوگه. دوباره 10 تا کوب به سمت پایین میایم و دو تا خانه ریزه اینجا پایین جور مونیم. این سرخنشی به همین صورت ادامه پیدا نه و در رویش هم از همون دخت اولی که کرده بودیم از کنار از شروع نیم، 10 تا کوب دوباره به سمت بالا کوب مونیم، بالا هم دو تا خانه ریزه جور مونیم و 10 تا به سمت پایین که دوباره وصل شنه به همین. اینجا هم دو تا خانه ریزه جور کدوم، دوباره 10 تا کوب دیگه به سمت بالا. این به همین صورت ادامه پیدا نه. اگر بخوایم که ارزش بیشتر باشه، بعد دوباره خانه بعدی را هم به همین صورت رویشی کوب مونیم. اینجا روی پارچه شروع دوم به دوختن، 4 تا روی سوزن گرفتم سرخنه قبطی ما را، بعد دو تارش را ایلنم، دو تار دیگه از پایین اضافه مونم. به این صورت دخت قبلی 4 تار بود، فاصله زی کوک با کوک بعدی هم 1 تاره، روی سوزنم 4 تاره، در هر کوک دو تار قبلی را ایلنم، دو تار دیگه از پایین اضافه مونم. یک مدل قبطیمار خیلی ساده یا حساب کتاب زیاد نداره، این خیلی دختش راحته. برای دوستایی که تازه کاره و در ویدیوهای قبلی که همین قبطیمار گذاشته بودم میگفتن که دیزاینش سخت بود، مشکل بود، یکیش دیگه خیلی راحته. هر کسی که تا حالا ندخته باشه هم میتونه از این مدل بدوزه. اینجا ما 10 تا کوک کردم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اینجا 10 تا کوک کردم. حالی همون دو تا خانه ریزه را که اینجا گفتم همون دو تا رو جور مونم، 3 تا کوک دیگه به سمت پایین کوک مونم با همون یک کوک بالایی که مشترک با این 10 تا که در روی همشه 4 کوک. اینجا روز دورشی به این صورت شد، 4 کوک اینجا این خانه ریزه بلندیشه و دوباره به سمت پایین 3 تا کوک دیگه کوک مونیم که روی هم با یک کوکی که از اول بود 4 کوک میشه بلندیش. همونطور که در روی کاغذ نشان دادم اینجا دو تا خانه ریزه را در کنار هم کوک مونیم. این مدل دخت بسیار راحته. بعد اینجا ویدیو رم خیلی به صورت آهسته گذاشتم. دوستانی در ویدیوهای قبلی شاکی بودن که سرعت ویدیو زیاده، ما نمیتونیم یاد بگیریم. اینجا سرعتش بسیار آرام کردم، سرعتش خیلی کمه. امیدوارم که برای شما خسته کن نباشه و بتونید از این دخت ها استفاده کنید. ما از تیکه زرد رنگ استفاده کردیم چون که قسمت هایی که دخت میشه کامل زیر دخت مره، دیگه تیکش پیدا نیسته. بعد این قسمت که دخته شد، حالا روی هر لباسی که میخوایم جور کنیم، هر مدل تیکه که میخوایم لباس جور کنیم، میره از اطرافش بریش مونیم و روی زور نصب مونیم همین قسمتی دخته شده را. دو تا خانه ریزه اونجا جور کدوم، حالا همون 10 تا کوک را به سمت پایین دوباره کوک مونم. بلندی از این خانه های کلانشی 10 تا کوک باید برابر از این خانه اولی شونه. در سر از اینجا هم دو تا خانه ریزه 4 کوک 4 کوک کوک مونم. من مثل از این دو تا اینجا جور مونم. اینا دخت های تار حساب هست، باید کامل تارایش حساب کنیم. اگر
یک مرحله در یک مسیر سرخنش اشتباه نه، بعد سرخنه بعدی که میخوایم روی زی بیریم که خانش کامل شنه اونم اشتباه شوه دختیش درست در نمیه. اینا باید کامل تار حساب باشه روی پارچه های دختش نکی میتونیم تارای زور حساب کنیم، یا روی اگر پارچه نباشه روی تور هایی که خانه های ریز داره روی زنا میتونیم از اینا کوک کنیم. دوستانی که پارچه های خوب تار حساب در اختیار دارم میتونم مستقیم میره روی همون پیش یخن خوک کنه، اون خیلی زیباتر میشه. و هم میتونیم روی همین تیکه های اضافی یا روی جالی خوک کنیم و روی لباس خو نصب کنیم. اگر این مستقیم روی تیکه های خود لباس دختش نه، در اون صورت خیلی زیباتر به نظر میرسه. تو خانه کوچیک رو بالا جور کدوم، حالا دوباره همون خانه کلان را که 10 تا کوک بود به سمت پایین کوک مونم. 4 تا روی سوزن، فاصله زی کوک با کوک بعدی هم 1 تاره، اینم باید برابری از این خانه قبلی شونه. دوستای عزیز، ما بلندی زیر مرحله اول سرخنش را به همین اندازه سرخنه دوم. اینجایی را با 1 سانتی متر اندازه میگروم، 34 سانت شده. باید که برای کسی که میخواییم لباس را جور کنیم، بلندیش رمزی قسمتی که میخواییم کار کنیم، از خود یخن تا هم کمرش را با 1 سانتی متر اندازه بگیریم. بعد به همون مقداری که میخواییم به همون اندازه سرخ نکنیم. اینجا ما اندازه گرفتم، برای کسی که میخوایم این لباس رو کوک کنم از پیش یخنشی تا کمرش اندازه گرفتم، 34 سانتی متر شد. بعد مرحله اول سرخنخ ما همون 34 سانتی متر سرخنک دوم. حالا در روی زو میخوایم که یک مرحله دیگه سرخنک کنم که خانه کامل شنه. این دختی سرخنه بعدی را از کنار همون آخرین دخت از او شروع نم. دوستان دقت کنید، اینجا از سر دخت قبلی شروع نکدم، از کنار همون دخت قبلی شروع کدم که یک کوک در بین سرخنه پایین و سرخنه بالا مشترکه. حالا اینجا همون یک کوک از او قبلی رو حساب مونم، 9 تا کوک دیگر روی زی کوک مونم که روی همشونه 10 تا کوک برابر زی پایین شونه. سرخنه ازی قبط مارا بعضی هایش هسته که ردیف بعدی که میخواییم سرخ نکنیم از روی زو دخت ها شروع میشه، ولی بعضی هایشی از کنار زو دختی آخرین دخت شروع میشه. اینو باید دقت داشته باشیم که موقعی که میخواییم خانه پوری کنیم اشتباه نشنه. ای از کناری همون دختی آخرین دختی زو سرخنه از کنار زو دختش ده. حالا اینجا هم دوتا خانه کوچیک جور مونیم، کاملا مثل هم ردیف قبلیه. باید اینا کامل برابر هم باشه، اشتباه نشنه. این دوتا خانه کوچیک را که جور کدوم، بعد هم خانه بلند را که اندازش 10 تا کوگ ایر کوگ مونم، بعد وصل میشه به سرخنه پایین. برزی کوگ اختیاریه، هر قد که بخوایم برش زیاد باشه همیره بیشتر رویش را سرخ ننیم تا بر کار از مو زیاد تر شنه. اگر بخوایم باریک باشه همین دو دور که سرخ نکدیم کافیه. از این مدل میتونیم برای یخنم بیدوزیم، برای پایین دامن، برای سر آستین، برای هر جا که دوست داشتیم میتونیم بیدوزیم. این ردیف بعدی را که سرخ نکدوم آمده کنار همون آخرین دخت. این دفعه از این طرف از آخرین دخت شروع نم که این نیمخانه ها رو کامل کنم. اینو دقت کنید دوستان، این خانه بلندیش در کنار این طرف از آخرین دخت بود، بعد خانه کوچکشی از او طرف از آخرین دخت شروع نم. در کنار از آخرین دخت قرار گرفته، نه در سرشی به این صورت. حالا این دفعه هم از این طرف
از این طرف از کنار از آخرین دخت شروع نم به کامل کردن از این خانه کوچیک. ی تار از موم تمام شد، سر تار خرده دیگری دو ریکارد زیر زی کوگا محکم مونیم که کوگ از موزود باز و خراب نشنه. این کامل از دیگری دو ریش کوگ میشه او طرف شی روز دو ریکاره. این پارچه ها دروشته، ما از دو قد از این سونا استفاده مونم. اول یک مقدار سون خوره با یک تار میگرم موده اونم که همون پرز های از این سونا گرفتش نکی وقتای کوگ مونیم کوگای مو صاف و خوب در باید. یک مقدارم باریکتر شونه که وقتی دو قد مونیم خیلی کوگای مو خراب نه، خیلی مثلا کلان کلان به نظر نرسه. حالا ده تا کوگ به سمت بالا کوگ مونیم. اینجا هم دو تا هم خانه های کوچیک را اینجا جور مونیم. این دیگه سرخنیش خیلی راحته، خانه پوریش هم خیلی راحته. در ویدیوی بعدی خانه پوریش رو میگذارم از این مدل دخت. این کاربرد های خیلی زیاد داره برای پایین شلوار، برای سر آستین، پیش یخن، همین مدل یخنی که حالا جور مونم، برای چیزهای مختلف کاربرد داره. برای روی تکیه هم میتونیم از این مدل کوک کنیم. پشت بالش های کوج میتونیم از این مدل جور کنیم و دوتا خانه کوچیک را اینجا جور مونم. حالا ده تا کوک به سمت پایین کوک مونم تا این وصل شنه به سرخانه ردیف قبلی. این دیگه تا آخر را به همین صورت دخته میشه این ردیفشم. بعد ردیف های بعدی را به همین صورت رویش میدوزیم تا به هر اندازه ای که دوست داشتیم بلندی زی کار شونه. دو مرحله سرخانه ازمو تمام شد. حالا میخواییم که ردیف بعدی شروع کنم. ردیف بعدی را از این گوشه شروع نم، از کناری آخرین دختی همون ردیف قبلی. اولی شاخش را تا بالا را کوک مونم، بعد ادامهش را تارخ پس مونم، ادامهشی از اون طرف شروع نم به دختن. دوستان این مدل دختش خیلی راحته. در ویدیو هم ما تلاش کردیم که واضح و خوب باید تا شما بتونید به راحتی، کسایی که میخوای یاد بگیره به راحتی از این مدل دخت استفاده کنه. دیگه زیاد توضیح دادن لازم نداره. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. در ویدیو بعدی انشالله ما خانه پوری زیرا میگذاروم. تا ویدیو بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.